هاو نیشتمانیانی بەڕێز بینەرەن و بیسەرانی ئازیز ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش لە ستودیۆی ئاژانسی هەواڵدەری موکریانەوە لە شاری سەقەز گوێبیستی گرنگترین هەواڵەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بن سەرەتاش سەردێری هەواڵەکان جناب آقای دکتر مدنی در پرسش اول میخوام در مورد بیانیه‌ای که در اعتراض به مرگ بکتاش آبتین منتشر شده بود و شما هم یکی از امضا کنندگان اون بیانیه بودید برای بینندگان تلویزیون مکریان توضیح بدید و همچنین فکر میکنید انتشار این بیانیه چه پیام و تأثیری میتونه داشته باشه؟ اجازه بدید که قبل از پاسخ به سوال شما تسلیت بگم به خانواده زنده یاد بکتاش آبتین، قانون نویسندگان و همه روشنفکران و نویسندگان و اهل قلم در ایران. واقعیت اینه که در هم در مورد این بیانیه و هم در مورد سایر بیانیه هایی که معمولاً جمعی یا گروهی از فعالان سیاسی، اجتماعی، حقوق بشر منتشر می کنند، معمولا این سوال مطرح میشه که چه انتظاری هست از انتشار چنین بیانیه هایی. مقدمتا اونچه که به صورت روشن میشه بر اون تاکید کرد اینه که این بیانیه ها در هر حال نشون دهنده حضور فعال جمع قابل توجهی از شهروندان ایرانی است که نسبت به وضعیت موجود و سیاست ها و برنامه های نظام حکمرانی معترضند. در مورد مرحوم بکتاش آبتین و بیانیه‌ای که صادر شد، خب به طور مشخص این بود که فعالان سیاسی اجتماعی نمیتونستن نسبت به چنین فاجعه‌ای سکوت اختیار کنند یا بی‌طرف باشند. اونها موظف بودند هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ موازین انسانی از هر جهت موضع خودشون رو در برابر جنایت که صورت گرفته اعلام بکنند و طبیعتاً صدور چنین بیانیه هایی میتونه تا حدود زیادی تبیین کننده دیدگاه ها و مواضع این جمع کثیر باشه. علاوه بر این در این بیانیه ها سعی میشه که بخشی از واقعیت موجود و روند تحولات 14 اخیر تبیین بشه و مورد نقد قرار بگیره. به طور مشخص در بیانیه‌ای که در سوگ بکتاش آبتین منتشر شد اشاره شده که این دشمنی و برخوردهای غیر انسانی با نویسندگان و اهل قلم تازگی نداره و از ابتدای پیروزی انقلاب لااقل از دهه 60 ما شاهد این برخوردهای خشن بودیم. به طور مشخص اعدام مرحوم سعید سلطانپور تا نویسندگانی که در قطعهای زنجیری جان خودشون رو از دست دادن، مثل مرحوم محمد مختاری، محمد پوینده، مجید شریف و بسیاری دیگه، و همینطور نویسندگانی که و صاحب نظران و روشنفکرانی که در زندان‌ها جان خودشون را از دست دادن، مثل هدی صابر و بسیاری دیگه‌ای که الان من اسامیشون خاطرم نیست، همه اینها در واقع نشون دهنده اینه که چنین اتفاقات فاجعه باری یک حادثه یا تصادف نیست، بلکه یک سیاست مستمر
و دائمی بوده که اجرا می شده و بنابراین امضا کنندگان خواستار توقف این سیاست ها و برخورد با روشنفکران، صاحب نظران، نویسندگان و اهل قلم شدند. بنابراین در مجموع هم در مورد بیانیه‌ای که به مناسبت فقدان بکتاش آبتین صادر شد و هم در مورد سایر بیانیه ها تأکید بر اینه که جنبه های مهمی از واقعیت موجود توضیح داده بشه و نسبت به اون به اصطلاح این وضعیت مورد نقد جدی قرار بگیره. همونطور که مطلعید، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با گرایشات مختلف بیانیه‌ای هم در اعتراض به بازداشت و سلول انفرادی خانم نرگس محمدی منتشر کردند. در ابتدا اگه مایلید نظر و موضع خودتون رو در رابطه با بازداشت خانم محمدی اعلام کنید و سپس به این بپردازیم که مسئله سلول انفرادی و کاربرد آن در سیستم قضایی و امنیتی کشور سبب چه آسیب‌های فردی و اجتماعی میشه؟ خب واقعیت اینه که اولا من توضیح بدم که تقریبا تمام بیانیه هایی که بنده افتخار امضای اون رو داشتم در کنار جمع کثیری بوده با دیدگاه های متفاوت و مختلف که در مورد اون موضوع توافق داشتن. بنابراین به نظرم یک رمز موفقیت به اصطلاح فعالیت ها در آینده توجه به همین به اصطلاح نگاه پلورالیستی و تکثرگراست که دیدگاه های مختلف بتونن در کنار هم دیگه به مواضع مشترکی دست پیدا بکنن. و خب یکی از این بیانیه ها هم متنی بود که در اعتراض به بازداشت و سلول انفرادی خانم نرگس محمدی منتشر شد. از جهات مختلفی این موضوع میتونه مورد بحث قرار بگیره. اولا خود زندان انفرادی که در واقع نوعی شکنجه سفیده، به طور قطع شکنجه است و اصطلاح شکنجه سفید در مورد اون به کار برده میشه، زیرا که تا حدی آثار جسمی کمتری داره در مقایسه با شکنجه جسمی، اما آثار روانی اون بسیار ماندگاره و میتونم بگم که آثار روحی روانی شکنجه اصولا خیلی بیشتر از آثار جسمی اون پابرجا میمونه و چون پنهانه تصور میشه که چون این آثار روحی روانی شکنجه پنهانه، تصور میکنن که این پنهان بودن میتونه که مشروعیتی برای اعمال و اجرای اون فراهم بکنه یا به نوعی توجیه بکنه و اون اقدام رو، اون فشار روحی روانی رو از فهرست انواع شکنجه خارج کنه، در حالی که مقالات، پژوهش‌های متعددی صورت گرفته که نشون میده که زندان انفرادی تبعات و آثار به غایت دراز مدتی داره و میتونه که روح و روان زندانی رو در معرض تهدید جدی قرار بده. همه اینهایی که گفتم نافیه این نیست که زندان انفرادی آثار جسمی نداره. بنده به عنوان کسی که چندین نوبت زندان انفرادی رو تجربه کردم و همینطور بر اساس مطالعات و تحقیقاتی که انجام شده تأیید میکنم که آثار و عواقب جسمی زندان انفرادی هم دست کمی از آثار و عواقب روح روانی اون نداره. مثال خیلی روشنش اینه که در زندان انفرادی معمولا فرسایش به اصطلاح دندانها خیلی به سرعت زیاد میشه، یعنی اغلب زندانیان در مطالعاتی که انجام شده دیدن در واقع موقعی که در زندان انفرادی هستند دندانهایی که قبلا پر کردن به سرعت شروع میکنه از بین رفتن و تخریب شدن. همینطور وضعیت تغذیه
به شدت تحت تأثیر قرار میگیره، کاهش وزن عجیب غریبی در زندان انفرادی رخ میده که و افراد دچار به دلیل افسردگی، به دلیل استرس قادر نیستند که از تغذیه کافی برخوردار باشن، مشروط به اینکه به اونها به اصطلاح غذای مناسب هم داده بشه. به هر حال در بیانیه‌ای که در مورد سرکار خانم نرگس محمدی منتشر شد تأکید شده بود که اولا بازداشت ایشون رو به هیچ وجه قابل توجیه نیست. ایشون یه فعال حقوق بشریه که سعی کرده که به عنوان یک فرد در واقع تا حدود زیادی صدای کسانی باشه که در معرض نقض حقوق بشر قرار گرفتن و این به خودی خود نمیتونه که جرم تلقی بشه، بلکه در واقع باید گفت که مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر و نه تنها نباید جرم محسوب بشه، بلکه نظام حکمرانی اگر از عقلانیت برخوردار باشه باید از حضور و نقش چنین افرادی هم استقبال کنه که میتونند که کاستی ها و بحران ها و مشکلات موجود رو با صدای رسا بلند بکنن. اما در هر حال بازداشت ایشون و به طور مشخص نگهداری ایشون در زندان انفرادی از مصادیق شکنجه است و نقض اصل 38 قانون اساسی. اصل 38 به صراحت میگه هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار افراد به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست. در واقع ما میدونیم که نگهداری در زندان انفرادی بی تردید بلا شک فقط و فقط برای کسب اطلاع و همینطور گرفتن اقراره که بر اساس صراحت اصل 38 قانون اساسی نقض میثاق در واقع ملی هستش. گذشته از اینها باید خاطر نشان کنم که خانم نرگس محمدی مشکلات جسمی متعددی دارن، ایشون بیمار هستند و هیچ بعید نیست که به اصطلاح شرایط خاص زندانی انفرادی و فشارهایی که به ایشون وارد میشه منجر به صدمات بیشتری بشه. به طور مکرر ایشون در زندان تحت تاثیر فشارهایی که برش وارد شده دچار شوک شده، در معرض بیهوشی قرار گرفته و مشکلات عدیده ای داشته. بر این اساس در واقع ادامه نگهداری ایشون در زندان انفرادی میتونه خطر جانی برای ایشون داشته باشه و همونطور که گفتم اساساً این رویه برخورد با زندانیان سیاسی، زندانیان حقوق بشری در واقع نقض صریح اصل 38 قانون اساسیه. حالا اخیراً قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه بخشنامه هم صادر کرده و هر اون چه که در قانون اساسی سالها پیش نوشته شده یا حتی در آیین‌نامه سازمان زندانها نوشته شده یا در آیین دادرسی کیفری نوشته شده و حقوقی که به متهم داده شده اینها رو دوباره تکرار کرده و میدونیم که مشکل موارد نقض قوانین، قوانین جاری، نقض موازین حقوق بشر، وجود قانون و مستند برای اون نیست، بلکه اجرای قانون هست و میدونیم که موارد مکرری از نقض همین قوانین جاری در زندان ها صورت گرفته و داره میگیره و مشکل با بخشنامه حل نمیشه، بلکه به نحوی باید نگاه و دیدگاه نظام حکمرانی نسبت به فعالیت سیاسی، حق اعتراض، حق آزادی بیان، همه اینها به رسمیت شناخته بشه تا اساساً چنین پدیده هایی بتونه در سطح جامعه کاهش پیدا کنه و یا به اصطلاح از بین بره. بدون نظارت کافی و جدی عمومی بر زندان ها
هر لحظه و هر زمان ممکنه که جان زندانیان سیاسی، زندانیان حقوق بشری، فعالان سیاسی اجتماعی که نویسندگان و صاحب نظرانی که در زندان ها هستند در معرض خطر قرار بگیره و بر این اساس مشکل با صدور یک بخشنامه خشک و خالی حل نمیشه، بلکه این مستلزم ایجاد پشتوانه های اجرایی جدیه برای اون. و خب اولین گامش اینه که بلافاصله خانم نرگس محمدی باید از زندان انفرادی خارج بشه، اولین قدمش اینه که ایشون باید بلافاصله آزاد بشه و بتونه که با به اصطلاح به صورت قانونی و رسمی از کشور خارج بشه برای دیدن خانواده‌اش. و بنابراین همونطور که گفتم انگار که در جامعه ایران مجموعه ای از مسائل با هم گره خورده و این گره کور به سادگی باز شدنی نیست. اتفاقی که برای بکتاش آبتین افتاد همون اتفاقیه که ممکنه که برای نرگس محمدی هم رخ بده و همون قدر نقض قوانین رو در پرونده بکتاش آبتین میبینیم که در پرونده نرگس محمدی. در هر حال در این بیانیه ما خواستیم که جنبه‌های مختلف مشکلاتی که برای سرکار خانم نرگس محمدی رخ داده رو توضیح بدیم و نسبت به وضعیت موجود اعتراض خودمون رو اعلام کنیم. بردوام بو حوالی نوی و زنیاری زیاتر بینه رو بیسری مخیام ده. سپاس که تا از سالگل من بودیم.